سلام دوستان، امشب میخواستم یه چیزی بهتون بگم. یه دزدی روشنی که توسط شرکت پرآورده‌های نفتی تو جیب مردم قشنگ تو روز روشن مثل ماست از جیب ما برداشت میکنه و هیچ کسی نمیدونه. خب ما میایم بر فرض مثال موقعی که کارتو میزنیم داخل این، جاهای دیگه خارج، جای دیگه، این دسته حائل انرژی یه سپره داره مثل قاشقه، مثل آسیابه که میچرخه و پول میندازه. کشورهای دیگه این سپره داخل این حائله، داخل این دسته حائل. شما وقتی اینو فشار میدید این سپره میچرخه اینجا پول میندازه کشورهای دیگه. اما ایران این سپره رو اینجا نذاشته، این سپره رو گذاشته انتهای شلنگ گذاشته. یعنی چی؟ وقتی انتهای شلنگ گذاشته یعنی شما وقتی این دسته حائل انرژی رو وقتی فشار میدی این سپره اون آخر میچرخه اونجا پول میندازه. خب حالا ما میگی چه اتفاقی میفته؟ خب ما وقتی داریم توی این پایپ داریم بنزین میزنیم، موقعی که فشار دادیم اینجا این سپره وقتی میچرخه، بر فرض مثال ما 10 لیتر زدیم، اندازه 10 لیتر پره چرخیده، اندازه 10 لیتر برام پول انداخته. اما در اصل 10 لیتر که ما زدیم در اصل 7 لیتر داخل باک رفته. یعنی چی؟ یعنی 3 لیترش داخل این شلنگ سمتری میمونه، خب یعنی در از 10 لیتر ما پول دادیم اما 7 لیتر زدیم، 3 لیتر توی شلنگ میمونه. خب حالا میگیم اشکالی نداره، نفر بعدی که میاد، یه بنده خدای دیگه که میاد، اون 3 لیتری که توی شلنگ مونده وقتی دسته حائل فشار بده میره توی باکر، اون 3 لیتر به نفع میشه. اما نه، اینجوری نیست. جوری ساختن اینا رو، این سیستم اینا رو جوری ساختن کسی هم نمیدونه. موقعی که شما کارت از اینجا میکشی بیرون، این کارت وقتی از اینجا میکشی بیرون، این سپره که بالا مثل آسیاب حالت 6 دور برعکس میچرخه، یعنی حالت مکنده کار میکنه. وقتی شما کارتتون رو میکشید بیرون این 6 دور برعکس میچرخه، حالت مکنده عمل میکنه و این 2 لیتر 3 لیتر بنزینی که داخل شلنگه برمیگردونه توی پمپ و مخزن خود پمپ بنزین، یعنی توی باک ماشین نفر بعدی نمیره. اونی که میمونه 2 لیتری که داخل شلنگ میمونه، حالت مکنده وقتی کارتتو کشیدی بیرون برعکس میچرخه میره توی پمپ. شما 10 لیتر زدید در از 7 داخل باک رفته، 3 لیتر به ضرر شما شده و توی شلنگ میمونه به خاطر اینکه دسته حائل اون سپره به جایی که اینجا باشه اون ته گذاشتن و اونجایی که میچرخه و پول میندازه.